عطا هودشتیان، پژوهشگر علوم اجتماعی و استاد جامعه شناسی سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. آقای هودشتیان خوش آمدید. ایرانی ها در سالهای گذشته بارها وعده شنیدند که بسیاری از اونها محقق شده. الان رئیس جمهور جدیدی آمده و داره با رویکرد جدید بخشی از همون وعده ها رو تکرار کنه. عدم تحقق این وعده ها چه عواقب اجتماعی به همراه خواهد داشت؟ خب عواقب بسیار نگران کننده ای میتونه در بر داشته باشه. یکی از اونها میتونه یک نوع تروماتیسم روحی روانی باشه، یعنی یک نوع به خود فرو رفتگی که جامعه ببینه که این همه قول و قرار دولت در صحنه میده ولی در واقع در عمل هیچ راه حلی نداره و کالاها مگه موجود باشه پول نیست، مردم پول ندارن کالاها رو بخرن. این یک به اصطلاح خروجی قضیه است. خروجی دومش هم این هستش که مردمی که میبینن که دولت ناکار آمده، قول میده عمل نمیکنه و بر سر قرار نمیاد، میتونه اعتراضات رو به خیابان بکشونه، از فضای مجازی به خیابان بیاد و به این لحاظ اعتراضات رو در واقع همه جهانی و گسترده بکنه. و نمونه هاش هم اتفاقا در سالهای گذشته و در همین خوزستان خودمون دیدیم که چگونه این اعتراضات رد میزنه به طرح‌ها و وعده‌های کاملا ناامید کننده در واقع و بی سرانجام رژیم جمهوری اسلامی و دولت در صحنه. آقای هودشتیان، الان خودتون هم اشاره کردید در سالهای گذشته ما به صورت سنتی میبینیم پاسخ حاکمیت به اعتراضات صنفی و معیشتی سرکوب اونها بوده. وقتی این سرکوب تکرار و تکرار بشه به کجا خواهد انجامید؟ خب البته دو خروجی باز اینجا میشود دید. سرکوب سیاسی مردم رو به عقب میکشونه، اونها رو بخشن ناامید میکنه، به ترس میکشونه. ترس اونها باعث میشه که به خیابان نیان یا کمتر بیان، میرن تو خونه ها عزلت نشین میشن. این یک بخش اجتماعی است که اینگونه عکس‌العمل میتونین به خرج بده. ولی بخش دیگه که اینطوری نیست. اونایی که ببینن جانشون به لب رسیده و ادامه بقا برای اونها معنا و مفهومی نداره، باز به خیابان دوباره برمیگردن و علیرغم سرکوب در برابر رژیم میستن. اینجا هم در واقع دو مدل رو میشود دید. یکی این هستش که این تداخل، این تنش بین رژیم و مردم وجود داره تا اینکه سرکوب باز مردم رو بازم بار دیگه به خانه ها برگردونه و بخشی از مردم نه ادامه میدن. و اون وقت اینجا میتوان دید که مردم اگر نتوانن در برابر سرکوب بیستن دست به اسلحه ببرن. اگر رژیم با اسلحه میاد مردم هم راه دیگه ای شاید نداشته باشن غیر از اینکه به اسلحه روی بیارن. این نکته رو در کنار مسئله اتنیکا و اقوام و یا ملیت هایی که در ایران وجود دارن باید دید. ملیت ها و اقوام ایران بسیار نگران و بسیار ناامیدن از دولت فعلی و از رژیم جمهوری اسلامی و اونها هم می توانند این خروجی رو در واقع داشته باشن، یعنی دست به اسلحه ببرن و شاید پیامد این پیامدش باشیم. سرکوب رو ما در کشورهای استبدادی دیدیم، اما سرکوب و استبداد اگر با اصلاحات اقتصادی، نگفتم تغییرات سیاسی و غیره و غیره، فقط تغییرات اصلاحات اقتصادی همراه نباشه، همچنان که در برخی کشورهای استبدادی دیدیم، کشورهایی هستن که استبدادی هستن اما در زیربایه جامعه تونستن رفورم‌های اقتصادی بدن، مردم خودشون رو راضی کنن، در این حال سرکوب میکنن. من در نظام هیتلری دیدیم، در نظام استالینی این رو دیدیم، به هر حال تونستن یه مقداری پاسخگو باشن. اما در مورد رژیم جمهوری اسلامی هم سرکوب به همراه ناتوانی در امور اقتصادی و برنامه‌ریزی اقتصادی و غیر تخصصی بودن و جنگ با جهانه. این جوانبی است که وضعیت رو بسیار نگران میکنه. عطا هودشتیان، پژوهشگر علوم اجتماعی، ممنون از همراهی شما. خیلی شکر.